سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال کریپتو فارسی. من علیرضام و تو این ویدیو میخوام راجع به ارز وینک باهاتون صحبت بکنم و اصلا بهتون بگم که چی شد که ارز وینک رو پیدا کردم و چه مطالعاتی روش کردم و به چه نتایجی رسیدم. پس لطفا تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. ممنونم. خب قبل از اینکه شروع بکنیم، لطف میکنید اگر کانال من رو لایک و سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهایی که براتون میذارم و میتونه کمکتون بکنه که سود بیشتری تو این بازار ببرید استفاده کنید. خب همونطور که میدونید من سعی میکنم هر چند روز یه بار یه ارز دیجیتال رو پیدا بکنم و روش بررسی بکنم و نتایج تحقیقاتم رو باهاتون شیر بکنم. این دفعه هم همین طور بود، ولی با خودم گفتم که بذار یه ارزی رو پیدا بکنم که افراد بیشتری دنبالش بودن و سرچ کردن، که هم بازدیدای من بالا بره، هم به درد اونا بخوره و بتونن که از اطلاعاتی که بهشون میدم شاید بتونن استفاده کنن. اینجا بود که سعی کردم که از هوش و نبوغ سرشار خودم استفاده بکنم و اومدم بذارید بریم توی گوگل ترند بهتون نشون بدم. گفتم بذارید برم که اومدم ارز دیجیتال رو توی گوگل ترند سرچ کردم تا ببینم که چه ارزهای دیجیتالی بیشتر از همه سرچ شدن و در مورد اونا فیلم بسازم. بعد خود کلمه ارز دیجیتال رو دیدم که توی این چند وقت بالاخره رفته بالا و احتمالاً بعد از سقوط قیمت بیت کوین همینجوری داره تعداد سرچ‌ها راجع به کلمه ارز دیجیتال کم میشه. این شهرها هم که میبینید به ترتیب کردستان و آذربایجان غربی و خراسان رضوی و اردبیل و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین سرچ‌ها رو داشتن. اما میرسیم به اون چیزی که من میخواستم دنبالش بودم و میگشتم. همینطوری که میبینید متاسفانه، حالا باید بگم یا خوشبختانه نمیدونم، ولی ارز شیبا دوبار توی فهرست ارزهای برتره. من راجع به این ارز یه ویدیو ساختم، میتونید لینکش این بالا میذارم ببینید. اگر راجع به ارز شیبا سوالی داشتید میتونید ببینید. بعد من اومدم همینجور پایین تر و اینجا بود که ارز وینک رو دیدم و باهاش آشنا شدم، چون تا قبل از این اصلا چیزی راجع به ارز وینک نمیدونستم و به خاطر این سرچ هم بود که تونستم راجع به ارز وینک اطلاعات پیدا کنم که با شما در میون بذارم. همینطور که میبینید توی سرچ های بالایی هم داره، رتبه سوم و چهارم و رتبه پنجم بیت تورنت، بعد دوباره قیمت ارز دیجیتال وینک رتبه 6 و همینجوری 7 هم ارز دیجیتال وینک، 8 ارز دیجیتال وینک. پس با خودم گفتم که من یه چیز خیلی بزرگی از دست دادم. چجوریه که کل ایران داره راجع به ارز دیجیتال وینک صحبت میکنه ولی من هنوز نمیدونم که این ارز دیجیتال چیه؟ البته راجع به بیت تورنت هم من یه ویدیو ساختم که لینکشو این بالا براتون میذارم. راجع به این دوتا میتونید این ویدیوها رو ببینید اگه دوست داشتید، ولی راجع به وینک خودم خیلی ناراحت بودم که چرا چیزی راجعش نمیدونن. بنابراین مستقیم رفتم سراغ کاری که همیشه میکنم، یعنی سایت کوینگکو، و این بالا سرچ کردم وینک و برام وینک آورد. یه چیزی راجع به وینک بعداً متوجه شدم، یعنی وقتی داشتم روش تحقیق میکردم، و اونم اینه که وینک دو تا بلاکچین داره. یکی بلاکچین بایننس و یعنی هم بلاکچین بایننس اسمارت چینه و یکی هم بلاکچین ترونه. در واقع منشأ اصلی پروژه بلاکچین ترون بوده و توی بلاکچین ترون ایجاد شده، ولی بعدها و چون یک IEO بوده یا Initial Exchange Offering بوده، یعنی توی صرافی، اتفاقا توی صرافی بایننس هم اولین پیشنهاد فروشش عرضه شده اومده، و به خاطر اینکه کاربرش راحت تر باشن توی این بلاکچین هم پروژهش رو قابل دسترس کرد. وقتی راجع به IEO صحبت میکنیم، نمیدونم شما چقدر قدیمی هستید یا نه، من چند بار گفتم ولی یه بار برای کسایی که خیلی جدید اومدن میگم، ICO پروژه‌ای بود که یک شخص خودش میومد و میگفت آقا مثلا من این پروژه رو دارم، با حراج شروع میکرد، میگفت با این قیمت شروع میشه و همینجوری قیمت میره بالا و میفروخت و فقط کار اون شخص بود، و احتمالاً مثلا از توی هر 100 تا ICO 90 تاش کلاهبرداری یا قلابی در میاد. پروژه‌ای که صرافی بزرگ قبولشون نمیکنن یا نمیخوان، چون صرافی بزرگ هم یه هزینه زیادی میگیرن برای اینکه یه پروژه رو معرفی کنن، مگه اینکه از خودشون باشه. اونایی که نمیخوان این کار رو انجام بدن میرن توی یونی سواپ و جاهای دیگه، بالاخره آی سی او شون رو بر پا میکنن. ولی این پروژه رو میگم بایننس اومد و توی بایننس خرید و فروشش انجام شد، یعنی بایننس فروش خصوصی رو به کسانی که میخواستن این کارو فروخ. معمولا وقتی این اتفاق میفته
خیلی از سرمایه گذارا مثلا از یه پروژه خوششون میاد، میگن چون بایننس این پروژه رو تایید کرده پس پروژه پروژه خوبیه، یا پروژه پروژه قابل قبولیه، یا میشه به پروژه اعتماد کرد. البته خود بایننس هم گفته که هیچ دلیلی نداره که ما پروژه‌ای که توی این صرافی معرفی میکنیم برای فروش خصوصی یا برای آی ای او ها هیچ تضمین 100% وجود نداره، اینو بارها و بارها گفته. ولی به هر حال توی جامعه ارزهای دیجیتال اینطور باب شده که اگر یه پروژه یا مثلا صرافی بایننس اومد و معرفی کرد، اون پروژه خیلی پروژه معتبری و میشه حتما روش حساب کرد. حالا این تا اینجای کار، بریم جلوتر بهتون بگم. خب چند تا چیزی که من همیشه بهش دقت میکنم، یکی سیرکولیتینگ ساپلایه که توی این پروژه 999 میلیارد کوین در توکن وجود داره، 999 میلیارد توکن کلا در این پروژه وجود داره که یه چیزی هولوسش 766 میلیاردش توکن های درگردشن. خب این میتونه یه خبر خوب باشه، برای اینکه تقریبا میشه گفت بیش از 3/4 توکن های موجود در چرخن. پس این نشون دهنده اینه که توکن های زیادی حالا در به بازار عرضه نخواهد شد حداقل. البته خب ممکنه این مقدار خیلی زیادیش هولد باشه، ولی به هر حال این نشون دهنده چیز یکی از نشونه هایی که یه مقدار میتونه نشون دهنده این باشه که پروژه تا چه حدی پیش رفته. مارکت کپ بازارش 327 میلیون دلار که خیلی چیز جالبی نیست و خیلی رقم بزرگی نیست و قیمت پایین ترین قیمتش و بالاترین قیمتش هم زده. و یه چیزی هم بهتون بگم، وینک به معنی چشمک، اگه دقت کنید لوگوش هم شبیه لوگوی چشمکه، ولی اسم توکنش بهش وین هم میگن، وین یعنی برنده شدن توی بازی. و در اصل من اومدم و نظرات این آقای کوین برو یکی از افرادیه که خیلی تخصصی و خیلی دقیق پروژه های ارز دیجیتال رو بررسی میکنه. اگه زبان انگلیسیتون خوبه و دوست دارید راجع به کوین های مختلف اطلاعات به دست بیارید، میتونید کانال ایشون رو فالو بکنید. من خودم همیشه یکی از مهمترین منبعام حرفایی که ایشون میزنه، چون ایشون خیلی دقیق و کامل به جزئیات پرداخته و بعد میرم سراغ منابع دیگه هم بررسی میکنم تا بتونم که یه ویدیو رو براتون بسازم. این آقا یه ویدیوی گذاشته بود تقریبا مال یک سال پیش بود، این ویدیوی مینا پروتکل که من جدید میخوام براتون بسازم، ولی اون ویدیوش مال یک سال پیش بود و اطلاعات خیلی خیلی زیادی هم راجع به وینک داده بود. البته یک سال پیش، یک سال توی ارز دیجیتال نمیدونم، مثل زندگی آدم و زندگی سگاست، نمیدونم هر یک سال زندگی انسان اندازه 7 سال زندگی سگی، اندازه 3 سال زندگی سگی، خلاصه نمیدونم. ولی اینو میدونم که یک سال تو کریپتو زمان خیلی خیلی زیادیه و یک سال اتفاقات خیلی خیلی زیادی میتونه توی کریپتو بیفته. برای همین بعد از اینکه ویدیو ایشون رو دیدم، رفتم چند تا ویدیوی دیگر هم دیدم و اطلاعاتم رو تکمیل تر کردم. ولی وقتی برگشتم به سایت کوینگکو و بعد یه کاری که من همیشه میکنم، میرم توی وبسایت پروژه و وبسایت پروژه رو بررسی کردم، با یه همچی صحنه روبرو شدم. وینک لینک، البته توی خود سایتم اینجا اضافه کردم وینک لینک. بعد یه ذره تعجب کردم و اومدم پروژه رو دیدم. اولا که وبسایتش الان یه وبسایت یک صفحه‌ایه که مثلا خواهرزاده 14 ساله منم میتونه وبسایت رو طراحی بکنه، در این حد وبسایتش. و چیزی که دیدم اینه که اومده گفته وین به عنوان یک پروژه اوراکل یه بلاکچین تهران میخواد قرار کار بکنه و این کاملا 180 درجه با اون چیزی که من توی این دوتا ویدیو و مطالعاتی که کرده بودم کاملا فرق داشت. چیزی که من خونده بودم این بود که وینک پروژه‌ای برای گمبلینگ یا برای قمار یا برای قمارخونه ها یا استفاده‌ای مثلا برای سایت‌های شرط بندی که بهتون جلوترم میگم، و حالا بسته به شرایطی به کاربرش پاداش میده و خیلی اطلاعات نوشته بودم. نگاه کنید براش 3 صفحه نوشته بودم، حالا درسته که شاید خودم هم نتونم بخونم، ولی همه اینا رو براتون نوشته بودم، می‌خواستم بهتون بگم. ولی وقتی اومدم تو سایتش و همچی چیزی رو دیدم، متوجه شدم که کلن اصلا کاربری این پروژه از بیخوبون عوض شده. نه تنها عوض شده، الان من راجب اوراکل های ویدیو ساختم، این بالا میتونید ببینید، راجب لینک ساختم، چین لینک میتونید این ویدیو رو ببینید اگر نمیدونید اوراکل ها چی کار میکنن. اوراکل ها کارشون اینه که اطلاعات رو از دنیای واقعی میگیرن و یه جوری به بلاکچین ارتباط میدن و این هیچ ربطی عملا به اون پروژه ابتدایی که برای وینک تعریف شده بود و من راجبش تحقیق کردم هیچ ربطی نداره، یعنی حتی 1% هم ربط نداره.
تنها ربطی که دارن اینه که جفتشون تو بلاکچین ترون هم. و اینجا بود که فهمیدم که اگر یک ارز سرکاری یا کلاهبرداری نباشه، در حال حاضر هیچی نیست، یعنی هیچ کاربرد خاصی نداره، یا شاید نمیدونم، شاید مثلا یه ارزی مثل شیبا یا یه ارزی مثل ارزهای دیگه مثل مم کوین ها بیشتر جنبه فان و تفریح و اینجور چیزا الان پیدا کرده، چون هیچ کاربردی عملا نداره و اصلا کاملا با اون کاربردی که میگفتم متفاوته. این آرمه همون وینکست که بهتون گفتم لبخند زده بود. حالا چجوری بوده قبلا؟ قبلا یه همچی چیزی بوده، اینو توی یکی از ویدیوهای دیگه دیدم، یه سایت شرط بندی بوده، افراد میتونستن برن توش بازی بکنن، ترون دریافت میکردن، یا میتونستن استیک بکنن پولشون رو ترون دریافت میکردن، یا فایده دیگه هم داشته، مثلا دیولپر ها میتونستن بیان بازی خودشون رو ارائه بدن و توی این پلتفرم قرار بدن و افراد بیان بازی کنن و حالا پاداششون رو دریافت کنن اگه برنده شدن و هر اتفاق دیگه. و حالا من نمیگم خیلی مکانیزم عالی داشت، ولی یه کاربردی داشت و میشد روش حساب کرد که آقا یه پروژه‌ای که داره یه کارهایی انجام میده. ولی چیزی که الان من دیدم اینه که این پروژه واقعا هیچ کدوم از اون کارهایی که قرار بوده بکنه رو انجام نمیده و این خیلی باعث نگرانی و ناراحتی منه که یه همچین پروژه‌ای خیلی تو ایران طرفدار داره. و همونطور که بهتون نشون دادم، پروژه هایی که سرچ شده بیشترین سرچ رو تو ایران داشته، یکیش وینک، یکی شیبا. بعد به این نتیجه رسیدم که گفتم خب حالا چیکار بکنیم، رفتم توی سایت ارز دیجیتال و پروژه وینک رو نگاه کردم، الان فکر کنم رتبه 174 123 الان رنکش 123 و اومدم توی قسمت نظراتش رو نگاه کردم، دیدم توی قسمت نظراتم خیلی از افراد همچنان دارن معامله میکنن و همچنان به هر حال توی جو وینک هستن دیگه، خیلی خیلی دارن معامله میکنن. نگاه کنید تو یک روز شاید بیشتر از 50 تا پیام توی این قسمت نظرات ارز دیجیتال هست. بنابراین من نمیدونم که چقدر کهنه‌کاری تازه‌کاری با وینک برخورد داشتید نداشتید، ولی من تنها کاری که میکنم اینه که از فردا میرم و بینه یه ذره اطلاع رسانی میکنم. احتمالا همشون میگن دروغ نگو، نذار ما خوشبختی ما رو از بین نبر و از این جور چیزا، احتمالا یه ذره جنگ اعصاب داریم. من تا جایی که سعی میکنم، تا جایی که میتونم سعی میکنم که اینا رو یه ذره آگاهشون کنم که بدونم که وینک در حال حاضر واقعا هیچیه، واقعا هیچی. منتها فرقش با شیبا اینه که اوج قیمتی این ارز خیلی قبل از اوج قیمتی شیبا بوده و الان 85% از اوج قیمتیش اومده پایین تر. شیبا فکر نمی کنم همچی اتفاق براش افتاده باشه، در جریانش نیستم جدیدن که چه اتفاقی براش افتاده. به هر حال من همیشه سعی میکردم که ارزهای به درد بخور رو معرفی بکنم، یا ارزهایی که فکر میکنم خیلی توجه روشونه، ولی این دفعه زدم به کاهدون دیگه. درسته که اومدم خیلی زرنگ بازی در آوردم و اومدم از گوگل ترند استفاده کنم و از اینجور کارا بکن، ولی مشخص شد که نتیجه خوبی نداشتیم ارزی که انقدر توی گوگل ترند شده. خب یه خواهشی دارم ازتون، اونم اینه که تا جایی که میتونید افراد بیشتری مطلع بکنید راجع به ارزهای خوب بهشون اطلاع بدید، آشناشون بکنید، خودتون ارزهای خوب خریداری بکنید که انشالله در آینده سود خوبی داشته باشید. لطف میکنید اگر کانال من رو لایک و سابسکرایب بکنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظتون.